چیکشیم گفتی اما من یه ریست هم بکنم بعدش اوکیه دیگه اون. آره ایبلتون چیز نه ببندش اوکی. خلاصه که بحث راه فرار بود، پناهگاه، پناهگاه که حالا با هر چیزی درگیری، هر جور درگیری دوپامینی. آره آره میشه پناهگاه و پناهگاه سمه. پناهگاه اون لحظه اینجوری که اوکیه، ولی کی گفته که باید اوکی باشه؟ اصلا چرا اوکی بودن نظر یه مغلطه ای هست این وسط قاطی میشه که یارو میخواد پناه نبره به دوپامین جات، میره تو فاز بی‌نیازی و میگن دوست ندارم، نیازمند مثلا قرصی باشم، گلی باشم، چیزی باشم که باش پناه ببرم. بعد اصلا میخواد تو زندگیش به هیچی نیازمند نباشه. بعد این خیلی فوله، چیزیه که مطمئنم بعدها به شکست میانجامه، به این علت که ما کلی چیز داریم، کلی نیاز داریم، از خواب و دستشویی و غذا بگیم آره. نیاز به گوشی، نیاز به حرف زدن، نیاز به اینترنت، هزار جور نیاز داریم. حالا این یه دونه مثلا شد بد. میدونی چیه مسخرش؟ این که تو میگی آقا من نمیتونی بگی من به آب نیاز ندارم، که خب آب هم طبیعی همه نیاز دارن دیگه. آره. اوکی من به نوشابم مثلا میتونی بگی نیاز ندارم، اونقدرم بد نیست نوشابه. میدونی از یه جای به بعد مردم کاملا یه مرز دارن که خب این دیگه شد مواد مخدر، این دیگه شد مشروب، این دیگه شد فلان، در صورتی که به نظر من هیچ مرزی وجود نداره، یه طیفه. دقیقا طیفه. آره تو به حالا کجا این طیفه مثلا بگی من از اینجا به بعد من دیگه مثلا به سیگار احتیاجی ندارم، من نیازمنده. آقا چیه حالا مگه سیگار؟ نه اصلا نیازیش نباید کرد دیگه. دقیقا اون بحث آره. چیزه ببین نگاه پناهگاه شدنه قشنگ میرسونه به این نقطه که منو رسون به این نقطه که اصلا نمیخوام پناه ببرم به هیچ کوفتی. یعنی تهش باید انقدر زخم بخورم، مثلا یه مشکلی هستش که یه تیغه میره اینجا، هیچ کاریش هم نمیتونم بکنم. زندگی یعنی ای خودتو سر میکنی که اینو حس نکنی، حسش نمیکنی. بعد چند وقت اینجا هی پوست اضافه، گوشت اضافه میاره، آخرش این یه تیکه یه پوست کلوفتی میشه که هیچ تیغی نمیتونه اینو بهش خط بندازه. دقیقا این بازی با روح هم همینه. یعنی آدم ضعف داره، فلان داره، پناه میبره به خیلی چیزا، ولی تهش زندگی درسش اینه که اصلا باید انگار چغر بشی که نیاز نباشه چیزی کنی. پناه ببری. این پناهگاه ها انگار مثلا یهو هوا سرد میشه و تو سردته، میری سری پناه میگیری. خب بدنت هیچ وقت عادت نمی کنه که هوای سرد رو تحمل کنه دیگه، و یه روزی تو این کولاک میمیری دیگه، هیچ پناهگاهی واسه باید خودتو. آخه نه پناهگاه دوپامین خیلی با پناهگاه سرما فرق داره. دوپامین رو تو به شکلهای سالم هم میگیری. آره. یعنی همین که الان داریم حرف میزنیم یه دوز کمی داره. بغل کردن، سکس معقول و همه اینا یه چیزی داره بالاخره، ولی خیلی کم. یعنی کل دوپامینی که تو از یه کتاب خوندن میگیری، خب فکر کنم مثلا در حد یک مثلا پنجاهمه یه نخ سیگاره. ببین این که اصلا آدم به کثافت کشیده میشه همین سوء مصرف همین دوپامین هاست. یه آدم قشنگ میره تو قهقرا که حالا دیگه نمیدونی یه بار یه اتفاقی میفته. این داریوش اقبالی خواننده معتاد شدنشو اینجوری تعریف میکرد که صورتشو اسید پاشیدن، رفت بیمارستان، بهش مورفین زدن که درد این اسیده رو صورتشو حس نکنه، و اولین بار براش پناه بوده که درد رو حس نکنه و لازم داشته. ولی این بیماری روحی اعتیاد دقیقا میاد سراغش که همین ولولک دوپامین هست دیگه. اعتیاد چیزی غیر این که نیست، از فضا نمیاد که، یه بیماری تایتل دار نیست عواقبش رو حس کنی. دقیقا اعتیاد به سکس هم داری. من نمیدونستم یه بار تو بحث این جلسه های ترک اعتیاد اینه یا این حرف ها شنیدم که داریم واقعا، یعنی یارو
آنورمال اعتیاد داره به این داستان و اینا. خلاصه طرف میره که یک بار چیز کنه، پناهگاه که نه، یه درمان بوده دیگه. بعد هی این بهش حال داده، حالا تکرار شده دیگه، اسیدم رو صورتش نبوده، صورتش خوب شده، رفته بیمارستان، داداش یه سرم به هم میزنه، اونم خواننده است، داریوش دیگه، بهش داده. بعد یکی بهش گفته بیا منقل و بسات، همون کارو میکنه، افتاده تو بازی. بعد این هر روز یه چیزی که اصلا بدبختی اعتیاد و اینجور بازی ها هستش، کلن بازی های دوپامینی، نه فقط مواد و مشروب، کلن تو بگو سیکس، گل، سیگار، هرچی، اینه که آدم هی دوست داره تکرارش کنه. ساختارمون اینه که تکرار شه. ساختار مغز بهش میگن ریوارد بیسه، یعنی بر پایه اون جایزه است. آره، هی میخوایم تکرارش کنیم دیگه. حالا قضیه داریوش اینه که اون اسید ریخته رو صورتش و درد خیلی زیادی داشته و هیچ دلیل نداشته که جایی نبوده که هر روز اسید بپاشن که این بخواد واسه اسید نپاشیدن یه چاره ای بیندیشه، میدونی؟ ولی خب ما تو زندگی همون اینجوری آخه داستان اینه، نه اسیده چیه اتفاقه، ولی اینکه بعدن ای میاد میگه داداش مورفین بزن صورتش خوب شده، همچنان مورفین میخواد. اینجا از اینجا بدبختی شروع میشه، یعنی اونجایی که مورفین بهش یه بار میزنن اوکی، به منم یه بار زدن چه حالی بود، سنگ کلیه داشتم و نمیدونستم اصلا سنگ کلیه چی هست و من هم دارم، یه روز این کلیه یه جوری درد میکنه، مغزم کار نمیکنه، زنگ بزنم اورژانسی، آمبولانسی، جایی، فقط رو ریپیت شماره دوستمو میگرفتم، اونم خواب بود. مثلا 3 ساعت من اینو گرفتم، بعد 3 ساعت بیدار شده که چی شده، گفتم این جوریه. بعدش من برد بیمارستان، دکترم خیلی ریلکس گفت چیزی نیست، سنگ کلیه داریم. بعد من ریدم به خودم سنگ کلیه، قشنگ ترسیدم. بعدش یه مسکن بهم زد، مثلا مورفین چیزی بود دیگه، زد ببین درد آروم شد. بعد حواس سیگار کردم، لبخند رو لب خوش خوردم، این شنگول و منگول از بیمارستان اومدم بیرون، یادم رفت که اصلا من چقدر نگران سنگ کلیه شدم اون لحظه. بعد خب این جایزه هست دیگه، شاید اگه من داریوش اقبالی بودم، معروف بودم، به دکترم گفتم از اون داروات باز بیار بزن، میشد همچین چیزی که با یوهایی میشد اصلا مسیری باز آمد. یعنی این لذته رو دقیقا باید مرز حال کردن و آدم با خودش انگاه تشته، انگاه دیابت داری، باید مراقب باشی اگه حدی بیشتر قند بهت نرسه. بچه‌ها ما انگاه یه مرز درست کنیم برای این که تعادلمون رو حفظ کنیم، که خیلی هم سخته تعادل. الان من خیلی متعادل دارم نسبت به خودم زندگی میکنم، اما میدونم 40 سال مثلا گذشته، تازه الان شده این وضعی که میبینی متعادلش اینه. مردم به این استیت که میرسن، مثلا یارو الکلی بوده ترک کرده، بعد میگه خب من الان حالم بده، من الکل میخوردم حالم خیلی بهتر بود، و با این استدلال برمیگرده دوباره الکل میخوره، در صورتی که برمیگرده. چرا فکر میکنی حالت اگه بد باشه بده؟ ببین باید حالت بد باشه، اون حال بده آخه همیشه هم نمیمونه، بعد یه مدت خوب میشه، خب قوی میشه دیگه. آره من قشنگ یادم بعد 2 سال یه بار لبخند زدم و اینجوری بودم که نمیتونستم بدون مشروب بخندم، و مثلا 2 سال کشید تا بتونم لبخند بزنم. ولی یه چیزی هستش راجبه مثلا همون مشروب نخوردن، این حرفی که اون موقع حالم خوب بود الان حالم بده، اینا همه روزه هاییه که اون بخش پلید مغزت واسط میخونه، و اصلا تو درگیری با این دیو اعتیاد، دیو دوپامین جور کنه مغزت، دقیقا دیو دوپامین جور کنه مغزت، همون گرگه درونه دیگه، دقیقا این اصلا استاد تو همه چی، متقاعدت کنه که الان باید حال کنی، بهت اجازه میده، چه بدبختی، حقت هستش که فلان،
یارو پول مردم دستشه، حق نداری تو اینقدر سهم نداری، تو کی میخوای بدوی؟ بیا بریم با پول فلانی ماشین بخری، حالی بکن، شب عیدی زن و بچت گناه دارن، ببرشون فلان. قشنگ همه جوره میزنه، هم به خود آدم میزنه، هم به اطرافیان میزنه. چه میبینی یارو با پول مردم چه؟ ببین من تو اون قضیه دیو درون مراتب بالایی رو طی کردم، سر همین که فاکینگ سوبر بودم، یعنی یه 6 ماهی هنوزم سوبرم، ولی خب اون موقع یه 6 ماهی تو فکر کن نه مشروبی خوردم، نه سیگار، نه شکر خوردم، هیچی. شکر نه، من البته 5 سال شکر نمیخورم. من کم میخورم و یه وقتی یهو خیلی میخورم، ولی هیچی. خب شکرم یعنی جزء دوپامین به حساب آوردی؟ شکر خیلی دوپامین میده. جدی میگم شکر خیلی دوپامین میده. خود خودکشیه. نه من آخه سر رژیم غذایی که داشتم ترک کردم، بعد الان شکر مثلا اون نوشابه رو بخورم دل درد میمیرم، مثلا الان نوشابه رو من بخورم پشمام میریزه که چجوری مردم نوشابه میخورن انقدر شیرین، اصلا چیه میدونی، ولی آدم زیاد میخوره حس نمیکنه. من نمک اصلا نمیخورم، من با نمک اینجوری هم غذای عادی میخورم. قند آخه خیلی دوپامین داره، من شکر رو گفتم. آها نمیدونستم من اصلا قندم دوپامین به حساب. قند خود ریوارد برای مغز. آره عرضم به خدمتت که ببین تو این داستان گرگه من انقدر با این گرگه گلاویز شدم و لهش کردم دهنمو سرویس کردم. ببین واقعا لهش کردم، خب یعنی انقدر روشو کم کردم قهر کرد رفت. من میدونستم تو سوبر زندگی میکنی اما نه تو انقدر دیگه شکر. خیلی من سوبر زندگی. بعد من ببین قهر کرد رفتشو بگو، خب ادامهش این داستان داره. خب خیلی بحث عمیقیه، برو بریم. خیلی بحث. ببین قهر کرد رفت، ولی قهر مگه میکنه؟ آره من میگم قهر میکنه و برای من قهر کرد رفت. ببین قشنگ زدم کشتمش. ببین اصلا با خودم لج کرده بودم، یعنی اون یه اتمتی داره میخواد نمیمیره، یه بخشی از توه. نه نمیمیره، فقط بیخیالت میشه یه مدت، حالا یا شل میشی یا اعتماد به نفست زیاد میره بالا، آماده لغزش میشی، یه جایی این ظاهر میشه میزنه پس کرده. ببین قضیه اینه که اون گرگه مثل موتورخونه تو داره اصلا به تو قدرت میده، تو اون گرگر کردی تو قفس داره رو تردمیل مغز تو میدوه. آقا اینو سیف کنه نو کنسل دون سیف نخش. اون گرگر رو کردی تو یه قفس داره رو تردمیل مغز تو میدوه و تمام انرژی تو اون گرگ بدبخت داره واسه جور میکنه. خب اینو بهش اون چیزی که میخواد و وقتی میدی تنبل میشه، تو کلن کمتر زندگی و زندگی رو احساس میکنی. خب اینو چجوری میشه علمی توجیه کرد؟ تو اگه زیاد دوپامین بگیری رسپتورهای دوپامین مغزت میسوزن، تو یه بار خود ارضایی کنی انقدر دوپامین داره که رسپتوراش میسوزن، یعنی تو کلی فرق میکنه بدنت. خب یکیش اینه که تستوسترون انگار تو بدنت خیلی کمتره، اگه زیاد مثلا خود ارضایی کنی یا بیش از حد سکس کنی تستوسترون بدنت میاد پایین. عوارضش اینه که ممکنه چاق بشی، ممکنه چاق مواد بریزه، ممکنه پوستت بزچه مثلا فلان و اینا. اینا هیچ کدوم به خاطر این نیست که تستوسترون بدنت پایینه، به خاطر اینه که تستوسترون تو بدن تو فایدهشو از دست داده، ریسپتورهای تستوسترون سوختن و الان تستوسترون تاثیر کمتری رو بدن تو میذاره، مگر نه بیای اندازه بگیری شاید اندازه قبل تستوسترون داری. خب ببین این حرفا رو اینا رو از این دید من اصلا موافقش نیستم، به خاطر اینکه هر از گاهی یه چیزی ثابت میشه، یا مثلا یه شیمیدان میاد میگه نظر شیمی فلانه، یا روانشناس میاد میگه آقا اصلا ریشه فلان داره. بعد
پایه هامون رو نمیتونیم روی این بحثا بچینیم، چون پایه روی بحث علمی نمیشه. چی؟ آره روی این شکل پایه من شخصی که تجربی قراره با گرگ خودم به جنگم نمیتونیم روی علم بچینیم، به این علت که این علما وقتی 50 سالت میشه تا 50 سالگی سه بار عوض شده این علما، یعنی زمانی که من 16 سالم بود داشتم با گرگ درونم میجنگیدم اصلا صحبتی نه از اکسیتوسین بود نه دوپامین بود نه هیچی، کلن یه شکل دیگه بود، همه چی فروید محور بود و این حرف، این کلن بحث روانی بود، الان شده شیمی و این تغییر خواهد کرد. بعد اگه این پایه هامون بر اساس اینا باشه با این تغییرها یهو ممکنه وا بدیم چقدر اشتباه میکرد. روانشناسی خیلی تغییر میکنه، ولی این چیزی که من گفتم هستش، ولی عوامل دیگه بهش اضافه میشه، میشه یه ذره رزولوشنش زیاد میشه، یعنی بیس داستان اینه. anyway من اینو تو خودم هی حلاجی کردم و تجربیم بهم ثابت شده مثلا این قضیه. حالا درسته ها، من نمیگم غلطه، من فهم میگم پایمون رو این بحثا نباید بچیم، چون فردا این چیزا یهو چون علمیه، علم ذاتش اینه که ادعای 100 درست بودن نداره دیگه، هی خودش رو اصلا میتونه کامل کنه، یهو یه چیزایی تغییر کرد پایه‌های محکمی زندگی ما نلرزه. یعنی همینجور به زبون خودت حتی یه چیز علمی میشنوی به زبون خودت ترجمه کنی بدون این تکلیف تو با این داستان چیه دیگه. حالا علم هر چی تغییر کنه من تکلیفم رو با خودم میدونم. همینجور چیه؟ حالا بذار داستان گرگه رو بگیم. خب این گرگه اولش که اینه که مثل سگ وسوسه میکنه، آقا همه چی گذاشتی کنار بیا برو این کار بکن اون کار بکن، شروع میکنه دلیل و فلان اینا. من از اولش اینجوری شدم که نه آقا این گرگه هر چی میگه زر میزنه، من به هیچ وجه اصلا اینجوری لج کرده بودم با خودم، من به هیچ وجه با این هیچ کاری ندارم و هر کاری کرد و من اصلا گوش نمیدم به حرفش. همینجوری رفتم جلو جلو. چجوری بگم؟ گرگه رو آشولاش کرد، گرگه رو قشنگ خیلی ضعیف شد، یعنی به قول تو نمیمیره ولی خیلی ضعیف شد و اون میگم میدوه وسط و انرژی تو رو چیز میکنه. یکی هم هست میگه که یه جوردن پیترسون یه روانشناس میگه که تو باید قدرت شیطانی داشته باشی ها و زیاد هم داشته باشی ولی ازش استفاده نکنی، باید بتونی به شدت آدم خبیثی باشی، این یعنی قدرت. من یه پادکست ضبط کردم دقیقاً راجع به همین. چدی؟ قدرت بد بودن. آره باید بتونی که وحشتناک باشی ولی نبا خودت انتخاب کنی که نباشی. این گرگه دقیقاً همینه، یعنی اون قدرت رو اون داره به تو میده و من هی داشتم روشو کم میکردم و انقدر زخمیش کردم که رابطمون بد شد. من با این گرگه رابطه خوبی نداشتم اصلا، هرچی میگفت میزدم تو دهنش، دستی که اون داره واسه کار میکنه. یه جا من اینو پکوندم و بعد از اون گرگه قهر کرد کلا، اینجور شد که من دیگه اصلا کاری باید ندارم دیگه سیخم بازم. یه نکته هست یه نکته هست که قاضی عادل بین تو این گرگه کیه؟ قاضی عادل اون بخش تو یا این بخش تو؟ یه قاضی عادل میخواد. ببین یه بخشی تو، ببین اصلا درست و غلطی وجود نداره بین اینا، قضیه همینه، باید یکی باشه این وسط. ببین اگه اینجوری آدم میره تو لجبازی دیگه، تو هیچ کوفتی به این بدن بیچه به این روحت هم نمیدی، باید یه چیزی باید باشه. البته که میدی یا به چیزایی که تو بعد میدونی نمیدی، برای موزیکت خود عشق و حاله. آره دوپامین. ببین من انقدر دوپامین نداشت زندگیم، خب انقدر هیچی نداشت، انقدر خب اینجوری زندگی کنی بزرگترین چیزش این میشه که به دوپامین حساس میشی. خب یه ماه سکس نمی کنی، خب و یه بار سکس میکنی اون سکس واسه جذابتره، بیشتر به تال میده، یعنی که هر روز سکس کنی
نمیتونی بگی؟ احتمالا یک ماه. کاری به این نداریم که شاید اون سکس ها مثلا یه شرایط خاصی واقعا نمیخوام انگل خیلی چیزا توش دخیله. آره واقعا نمیخوام، فقط میخوام بحث جلو برم. آره میدونم خب... میدونم به چی فکر میکنی. قضیه اینه که همین دیگه یارو. آره. وقتی تو آستانه مصرف دوپامین تو بیاری پایین، حساسیت تو نسبت به دوپامین بیشتر میشه. من حرفم اینه. وقتی آستانه چی بیاریم پایین؟ تو هرچی کمتر دوپامین مصرف کنی، یه دوپامین کم و بیشتر حس میکنی. دوز تو نسبت به دوپامین میاری پایین. خب انگار آها، هر روز آقا قهوه میخوری کافئین بهت میرسه. خب روزی 3 تا فنجون داری قهوه میخوری، الان یه سال روزی 3 تا فنجون داری قهوه میخوری. خب تو دیگه احتمالا خیلی کم تپش قلب میگیری، خیلی کم سیمتمزای مربوط به قهوه رو تجربه میکنی. قهوه تپش قلب میاره. آره دیگه دیروز تپش قلب گرفته بودم، 4 تا اسپرسو هم خورده بودم و اصلا یادم نبود. هی هم میگم این واسه چیه، نه ورزش کرده بودم نه هیچی، میگم چرا اینجوری شده. خب راست میگی، این قهوه رو قرار قبول دارم، این تو این دوز هستم قشنگ 100% باید موافقم که وقتی هر روز قهوه میخوری، روزی نیم لیتر قهوه میخوری، قطعا کافه دوز تو نسبت به کافئین کم میشه. خب من حتی قهوه هم نمیخورم چند وقته. خب اگه بخورم خیلی کم، مثلا 100% عربیکای سینگل مثلا، یه چیز اینجوری، اونم مثلا اینکه برم ورزش کنم در این حد. قبلا ولی خیلی میخوردم. آقا یک ماه اون قهوه رو بخور دیگه اینجوری دست و پات نمیلرزه.